امشب ساعت 8:30 کنفرانس توسعه دهنده های سراسر جهان اپل که برای سال 2024 معرفی میشه لایف داریم. تو لایف همشو پوشش میدیم تا جایی که چون چیزای جدیدی میاد که نمیدونیم چیه، حالا در حد شایعات صحبت شده و اپل هم پیش روه، اونجوری نیست که بگیم این همونیه که فلان چیز داشته، اون همونیه که فلان چیز داره. یه سری چیزای جدید داره میاد، واسه همین ممکنه کامل نفهمم تو لایف که این که داره میگه در لحظه متوجه نشم اصلا این تکنولوژی که میگه چی هست، ولی سعی میکنم تا جایی که میتونم همش رو پوشش بدم با توجه به اینکه هر روز دارم اخبار و شایعات و همه اینای اپل رو دنبال میکنم، یه اشرافی دارم و میتونم براتون توضیح بدم. اگه خواستین میتونین بیاین اینجا ببینین، یه تب دیگه، یه صفحه دیگه هم باز کنین که تو سایت اپل یا یوتیوب اپل خود ایونت هم ببینین کنار صحبتای من، یه جوری دوره هم ببینیم. اما منتظر چیا باشیم امسال؟ ببین هر سال تو این ایونت مک‌او‌اس جدید، iOS جدید، iPadOS، WatchOS، TVOS، نمیدونم VisionOS 2 امسال داریم، همه اینا جدیدش میاد. اما iOS و iPadOS که خیلی نزدیک به همن، درست تفکیک شدن ولی راشون خیلی جدا نشده، یعنی هر چیزی که به iOS اضافه میشه به iPadOS هم اضافه میشه معمولا اینه. حالا iPad یه سری داستانهای iPadی خودش هم داره، الان لیستش رو واسه تون میگم. اما اصل داستانش اینه که قرار هوش مصنوعی ملموس تر بیاد تو iOS و انقدر مثل این که کارایی که میخواد بکنه زیاده که میگن آیفون های 15 پرو به بعد تمام قابلیت های iOS 18 رو ساپورت میکنن، همچین چیزی بی سابقه بوده. مثلا داشتیم که گوشی 3-4 سال پیش آپدیت جدید تمام قابلیت هاشو نتونه استفاده کنه، یا مثلا وقتی سنسور لایدار اومد یه دوتا قابلیتی بود که مثلا گوشی قدیمی که لایدار نداشتن نمیتونستن استفاده کنن. اما این که آیفون 15 خالی هم نتونه از همه قابلیت های iOS 18 استفاده کنه و فقط 15 پروه، این دیگه نوبره و نداشتیم تا حالا، باید ببینیم همچین چیزی میشه یا نه. حالا چرا اینجوریه؟ ببینید یه چیز مثل چت جی پی تی دستگاه قوی نمیخواد. علتش هم اینه که ما با اینترنت وصل میشیم به سرورها و به کامپیوترهای قوی چت جی پی تی و پردازش ها اونجا انجام میشه. اما اپل قراره یه کاری بکنه برای امنیت بیشتر، برای اینکه لنگ اینترنت نمونیم و راحت تر یه سری کارامونو بکنیم، از اونور اپا بتونن راحت تر استفاده کنن از قابلیت های AI، قراره یه سری از این کارها رو توی گوشیمون انجام بده، آفلاین انجام بده بدون نیاز به اینترنت. حالا مثلا یه دونه داستانایی که هست اینه که اپل با چت جی پی تی با اوپن AI یه قرارداد بسته که چت جی پی تی رو بیاره در واقع داخل iOS ازش استفاده کنه، در واقع از طراحی چت جی پی تی تو iOS استفاده کنه. و اینو دقیقاً هیچ کس نمیدونه یعنی چی، ولی میشه حد زد که احتمالاً قراره چت جی پی تی طبق شایعات با سیری قاطی شه و سیری مثل چت جی پی تی عمل کنه، همینجوری باهاش صحبت میکنیم و دیگه برای یه سری کارهای محدود نیست، گسترش پیدا میکنه. اما نکته جالبش واسه ما چیه؟ چت جی پی تی انقدر شعورمنده که باش فارسی هم میتونه حرف بزنه، باش فارسی حرف میزنی دقیقا میفهمه، محاوره حرف میزنی میفهمه، حالا بعضی وقتا سرورها شلوغ گیج میزنه ولی کلن میفهمه. حالا بدون این که بخواد سیری بهش زبون فارسی اضافه شه، بدون این که بخواد به آیفون زبون فارسی اضافه شه، ممکنه این قابلیت بیاد رو سیری و بتونیم با هوش مصنوعی سیری فارسی هم حرف بزنیم. اگه همچین اتفاقی بیفته برای ما فارسی زبانا که سختمونه انگلیسی حرف بزنیم یا اصلا بلد نیستیم انگلیسی حرف بزنیم، فوق‌العاده سیری کاربردی میشه و تازه انگار بعد سالها قفل سیری برامون باز شده و تازه میتونیم تو زندگی روزمره ازش استفاده کنیم. حالا میتونه همون دستورهای ساده‌ای باشه که به سیری میدیم تا صحبت‌های پیچیده‌ای که با چت جی پی تی می‌کنیم. اگه همچین چیزی واقعا بشه که شاهکار میشه و خیلی هیجان انگیز میشه. حالا چیزایی که گفتن و همجوری خطی بخونیم بریم جلو، قراره لارج لنگویج مدل های همین مدل چت جی پی تی و اینا
بیان به کمک سیری و اسپاتلایت سرچ و یه سری اپام قراره تغییر کنن. ببینین این ایونت امشب خیلی ایونت مهمیه، چون قرار اتفاقای خیلی مهمی بیفته که دنیا رو متحول کنه. چطوری؟ مثلا این میاد با روشی جدید از AI توی دستگاهش استفاده میکنه. بعد اپل هم که پیشروه، بقیه دستگاه هم قرار شبیه این شن، یا با روشی جدید از AI توی macOS استفاده میکنه. خب کامپیوترها هم میبینیم ویندوز داره کدوم سمت میره، اینا هم همه همین شکلی میشن. حالا الان تو ویندوز خب پوش مصنوعی داریم و احتمالا نسخه macOS ChatGPT هم امشب معرفی بشه، کاری نداریم، ولی قراره با یه حالت دیگه ای از AI استفاده کنه. مثلا خیلی سال پیش سیری اومد، فکر کنم زمان آیفون 4 یا 4S بود. سیری وقتی اومد، خب سیری هم دقیقاً AIه، ولی اصلا دنیا نمیدونست AI چی هست. به مرور تغییر کرد و شد اینی که امروز میبینیم. و الان اگه اپل بخواد یه لول آپ بکنه، من فکر میکنم دنیا رو متحول کنه و از این بعد همه سیستما شبیه همین چیزی بشه که ما از امشب شاهدش خواهیم بود. اما یهویی این تحول ایجاد نمیشه. همون اول کار ما با 4 تا اپ خیلی ساده، مثلا سافاری، قراره میخواییم توی سافاری چیزی سرچ کنیم، قراره باهوشتر شه. یا اپ میلمون یه قابلیتی بهش اضافه میشه که میخواییم یه ایمیل رو جواب بدیم، هوش مصنوعی هم میاد به کمکمون. یا اپ نقشه، یا مثلا اپل موزیک قراره یه سری کارا بکنه، یا مثلا تو عکس ها قراره چیزی که مثلا رو دستگاه های دیگه داریم رو اپ های آیفون هم داریم، یه شیئی که نمیخوایم حذف کنه، این دیگه میاد تو اپ خود فوتو. میدونی خیلی اتفاق عجیبی نیست. اپ نوت قراره تغییر کنه، وایس مموز، همون وایس رکوردر آیفون، کلندر، ماشین حساب، اپ آی ورک، مجموعه اپ آی ورک که مثل آفیس مایکروسافت میمونه، اپ شورتکات، اپ هلت و سیتینگ. اینا قراره کلن یه تغییری بکنه، خب ولی خیلی نیست. تغییراش بزرگ یا خیلیاش میتونه خیلی مهم و کاربردی باشه، اما خیلی نیست نسبت به چیزی که قراره اتفاق بیفته و از این پتانسیل این قدرت روی دستگاهمون به صورت آفلاین بقیه اپا هم بخوان استفاده کنن. من فکر میکنم یکی دو سال میکشه تا تحول اصلیش دیده شه، ولی استارت تحول از امشب باید باشه. راجع به اپ ستینگ، مثل اینکه طراحی خیلی غریب و جدیدی باید داشته باشه. میگن الهام گرفته از ویژن او اس باید بشه اپ ستینگ، و کنترل سنترمون هم قراره یه چیز تو مایه ویژن او اس باشه، با این تفاوت که الان کنترل سنتر رو فقط مثلا اون پایینش رو میتونیم تغییر بدیم، مثل اینکه میشه کلش هم تغییر داد. حالا باز باید امشب بشه ببینیم چه اتفاقی میفته. یه اپی داشتیم به اسم وان پسورد، جدا توی ستینگمون هم تو iOS یه بخش پسورد ها داشتیم که قراره این پسورد ها کلن بشه یه اپ پسورد احتمالاً، و دیگه پسورد ها رو از تو اپ پسورد مدیریت کنیم. مسیج ها قراره تغییر کنه، بخش آی مسیج و SMS. قراره نوتیفیکیشن ها تغییر داشته باشه، قراره اکسسیبیلیتی ها تغییر داشته باشه، سیستم کمک شنیداری قراره اضافه بشه که حالا معلوم نیست رو ایرپاد پرو 2 باشه یا رو ایرپاد پرو بعدی باشه، دیگه قبلا این بار راجبش صحبت کردیم. فقط این نکته رو بگم، بعضی از قابلیت های AI روی 15 پرو، اصلا منظورم این نیستش که آیفون های 15 پرو فقط iOS 18 رو میگیرن، آیفون های قبلی هم iOS 18 رو میگیرن، ولی بعضی از قابلیت‌هاش فقط برای آیفون 15 پرو مثل اینکه قرار محدود باشه، که اونم امشب معلوم میشه و دقیقاً می‌بینیم که چه دستگاهی رو ساپورت می‌کنه. احتمالاً از آیفون 11 به بعد یا 12 به بعد رو ساپورت کنه دیگه. 12 که نه، 11 به بعد رو احتمالاً ساپورت کنه. حالا باز دقیق نمی‌دونم، امشب مشخص میشه.
به جز اینا اون اپایی که گفتم تغییر میکنه، خب همون اپا روی مک او اس قراره تغییر کنه، روی واچ او اس قراره تغییر کنه، روی تی وی او اس 18 ویژن او اس 2 هم قراره یه سری چیزای جالب و جذاب برامون داشته باشه. امشب میبینمتون، مراقب خودتون باشید، تا بعد، خداحافظ.